هرات سرزمین دوست داشتنی، دیار زیبا با تاریخ احساس برانگیز و مرکز دانش و فرهنگ اسلامی است. هرات یا هریوا دارای 19 ولسوالی است که یک از آنها ولسوالی چشت شریف هرات است. ولسوالی چشت در 160 کیلومتری شرق ولایت هرات واقع شده و مساحت آن 1936 کیلومتر مربع می باشد. ولسوالی زیبای چشت دارای آثار و ابنیه های تاریخی متعدد نیز هست. بند سلما در 176 کیلومتری شهر هرات در بین سلسله سفیدکو در شمال و سیاکو در جنوب موقعیت دارد. این سد 14.2 مگاوات برق فی ساعت تولید نموده و 73 هزار هکتار اراضی زراعتی را نیز آبیاری می کند. روز سه‌شنبه 11 ثور 1403 ساعت 7 صبح با جمع از همکاران راهی یک سفر کاری به صوب ولسوالی چشت شریف ولایت هرات در حرکت شدیم. مقارن ساعت 11 قبل از ظهر به ولسوالی اوبه ولایت هرات که یکی از ولسوالی های سرسبز، پرنفوذ، خوش آب و هوا و دارای بازار زیبا و پرتراکم می باشد، توقف کوتاهی داشتیم و از جریان جنب و جوش این بازار نیز دیدن کردیم. بعدن سفرمان به صوب ولسوالی چشت شریف ادامه یافت و پس از طی نمودن 65 کیلومتر از ولسوالی اوبه الی چشت شریف، مسافت راه‌های به شدت خراب و حاوی گرد و خاک را طی نموده و سرانجام ساعت 4 بعد از ظهر به مرکز ولسوالی چشت رسیدیم. هدف از این سفر انتقال و توزیع لباس، کیف و کفش و قرطوسیه که از سوی بنیاد عاطفی و شرکت سرمایه گذاری معادن کبوترخان تهیه شده بود به 200 تن از شاگردان یتیم و نیازمند جدید و شمول مکاتب دولتی که قبلا بر اساس توافقنامه منعقده فی مابین این بنیاد و ریاست معارف ولایت هرات سروی و شناسایی شده و به مکاتب دولتی آن ولسوالی معرفی شده اند بوده است. این شاگردان از مناطق مختلف ولسوالی چشت مانند چنارک، تگاب، کبوترخان، مرغزار، نواباد، یکپرده، سنجتک، تخه، پایچنار، بیشه، دهن آب، چهارباغ و بازار کهنه بوده که به مکاتب دولتی سلما، دزبر، سید محمد زاهد، نسوان مرکز و لسه اسدالله چشتی معرفی شده و همکنون مصروف درس و تعلیم هستند. صبح روز چهارشنبه 12 ثور تیم کاری بنیاد به قریه سلما، یکی از قرای دورافتاده ولسوالی چشت رفته، برای 52 تن از کودکان تحت پوشش لباس، کیف و کفش و قرطاسیه توزیع نمود. بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 ثور 1403 محفل باشکوهی از سوی بنیاد عاطفی به همکاری آمریت معارف ولسوالی چشت هرات و با حضور مسئولین ملکی و نظامی ادارات، منصوبین معارف، بزرگان، مویسفدان، اربابان و اولیای اطفال در صحن مکتب نسوان مرکزی آن ولسوالی برگزار شد و برای 148 تن دیگر از کودکان تحت پوشش بنیاد عاطفی لباس، کیف و کفش و قرطاسیه توزیع کردید. این محفل که به گردانندگی مولوی عبدالناصر صابری مدیر مکتب سید محمد زاهد آغاز شد، در آن معاون بنیاد عاطفی محترم مولوی احمد حبیبی آمر امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از ادارات دولتی آن ولسوالی و محترم مولوی وزیر احمد شعیب آمر معارف ولسوالی چشت شریف به ترتیب صحبت نموده از فعالیت ها و تلاش های زاید الوصف بنیاد عاطفی به نیکویی یاد آور شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از همه تشریف آوری شما بزرگواران را در این محفل اسلامی و در این محفل که قدردانی از یتیم می شود خیلی مقدم می گویم. لذا بنده می خواهم که به نمایندگی از ولسوالی چشت شریف، جناب محترم ولسوال صاحب، جناب محترم کماندان صاحب، استخبارات و تمام اراکین امارت اسلامی و بنیاد خیریه عاطفیه تشکر و قدردانی بکنیم که واقعاً
مسافر خدمت ارزنده ای را به این مردم ولسوالی چشت شریف که همانا دست نوازش و شفقت و مهربانی را بر سر یتیم کشیدن دهازا ما از این حال بی نهایت تشکر و قدردانی میکنیم. الله جل جلاله بر اینها نظر به احادیث و گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم و جنت الفردوس را نصیب اینها بفرماید. الله جل جلاله بر اینها پاداش نیک بدهد. دوستان، پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید که کسی دست نوازش بر سر یتیم می کشه و اندازه موهای او یتیم، الله جل جلاله بر این انسان پاداش می ده. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من و سرپرست یتیم در بهشت با هم چنین هستیم، یعنی اشاره از قرب و رفعت مرتبه و جایگاه یک سرپرست و یک کسی که دست نوازش بر سر یتیم میکشه. با امید از اینکه روز این وطن شکوفا بشوه، روز این وطن اگر ما چی زنده باشیم چی بمیریم، بچه های این وطن، این کوچک ها و خردک های از این وطن، این اولاد های از این وطن امید است که از این مشکلات خلاص بخوره، سرک های ما پخته شوه، معادن ما استخراج بشوه، روزی بشوه که تمام کارها در داخل افغانستان بشوه. واقعا ما مردمی که در ولسوالی دور افتاده هستیم، بزرگواران راه ها را دیده هستند، مشکلات دیده هستند، خیر ببینم که آنها در همچون مسیر راهی دوری تشریف آوردن. باز ما هم انشالله به نمایندگی از تمام اعضا و پرسنل ولسوالی چشت شریف تشریف آوری شما را خیلی مقدم میگویم. الله جل جلاله برای بنیاد خیریه عاطفی ثبات و دوام بده که همیشه بتوانن اینها کارهای خیریه را نه تنها در ولسوالی چشت شریف بلکه در سرتاسر افغانستان بلکه بیرون از افغانستان به مسلمان ها و به بشریت کمک بکنن. شما کار رنجان دادین که این کار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد تایید قرار میده. الله جل جلاله شما خیر بده، توفیق بده، الله جل جلاله به شما خود بده و ما توفیقی الله بالله. السلام علیکم و رحمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مجاهدین کرام، علمای اعلام، اهل معارف، مسئولین بنیاد عاطفی، حاضرین در مجلس، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سپاس فراوان از جناب معاون بنیاد عاطفی که بعد از حاکمیت امارت اسلامی دومین بار است که تخمیناً 170 کیلومتر با اون همه مشکلات و منجلاب را متحمل میشن، سبب جلب و جذب شاگردان ما در نهادهای تعلیمی میشوند. الله تبارک و تعالی برای این حامیین مجازی از اطفال، برای بنیانگذاران و دست اندرکاران این بدیات خیر کثیر عنایت بفرماید. می طلبم به نمایندگی از تمام پرسنل مکاتب مربوط آمریت معارف چشم به اینکه بنیاد عاطفی و سلسله همکاری های قبلی خیش در همکاری های خود تداوم بخشند و اینها تولید انگیزه برای دیگر نهادهای خیریه بشن، طوری که امروز چراهای مختلف، ادارات مختلف در جمع ما حضور دارن و شاهد این هستن که کتاب و قرطاسیه و لباس و غیر ذلک جهت مستضعف بودن عده از شاگردان و جهت تشویق و جذبشان بر تداوم بخشیدن
به ادامه تحصیل علوم اصلی که پیش رو دارن، ما آرزوی این را داریم. امروز اکثری مکاتب مربوط آمریت معارف چشت شریف تعمیر ندارد. در ضمن این که تعمیر ندارد، اونها کدام خیمه هم ندارند و در فضای باز سرما و گرما را متحمل می شوند. روز به روز حضور فیزیکی شاگردان ما در همچنان مکاتبی کمرنگتر می شود. امیدواریم که بنیاد عاطفی و سلسله همکاری های قبلی خیش طوری که این مواد را پیش روی ما به شاگردان و اهل معارف تقسیم می کنند، بتوانند اینها سبب بشن، تشویق بکنن، انگیزه بدن دیگر نهادهای خیریه را که اونها اعمار تعمیر مکاتب را بکنن، اونها لوازم ممد درسی را در دسترس آمرین مکاتب قرار بدن. الله تبارک و تعالی برای دست اندرکاران و بنیانگذاران بنیاد عاطفی خیر کثیر عنایت بفرماید و در قیامت ایشان را در صفوف علماء و انبیاء و شهدا محشور بگرداند و صدقه ای که می کنند صدقه ایشان را الله متعال مقبول درگاه خیش قرار بدهد و خدای تبارک و تعالی دیگر نهادهای خیریه چه مؤسسات خارجی هست چه همکاران داخلی هست، درد این ملت را، مشکلات این ملت را الله تبارک و تعالی بیشان توفیق بده تا اونها این مشکلات را درک کنن، این زحمات را متحمل شن، از شهر و از دیار بیرون بشن، در اطراف اکناف، در مناطقی که به مدت 20-25 سال به مجاهدین شب و روز خدمت کردن، همه توهین ها را متحمل شدن، امروز هیچ نهاد تعلیمی اونها ندارن، با واسطه ای که اقتصادی ندارن، بناهن اگر اونها یک صنف رسمی دارن، امکاناتی در دست ندارن، همه این بنیادها دست به دست همدیگر بدن، وزارت محترم معارف، ریاست محترم معارف، مشوره با آمریت های معارف بکنن تا قریه های مستحق را، مدارس مستحق را، مکاتب مستحق را برایشان معرفی کنن تا باشد همکاریشان سبب آبادی و شادمانی و تقویه روحی اون قریه و قصبات گردد و خدای تبارک و تعالی همکاران عزیزی ما را توفیق نصیب کنه سلسله همکاری های قبلی خیش تداوم ببخشن تا ما بتوانیم همکاری های دینها را سرمخشی به دیگر بنیادها و مؤسسات بگردانیم تا آنها هم درد بکنن و بتوانن که از شهر بیرون بشن و این مناطق دورافتاده و محروم را از نزدیک ببینن و الله تبارک و تعالی بهشان هم توفیقی مالی نصیب بفرماید. بمنی و اکرمی الله و هو رحم الرحمین. السلام علیکم و رحمت الله. بنیاد عاطفی چنانچه که با خود شما بهتر معلومه یک بنیاد خیریه خوبیه که در راستای کمک و همیاری با اطفال بی‌بضاعت، اطفالی که محروم از تعلیم و تربیت، اطفالی که نیازمندن در تمام ولسوالی ها، در اکثریت ولسوالی ها اونها این بنیاد کمک های خود کردن و به اطفال کمک کردن و لله الحمد مرحله دوم است که این بنیاد به ولسوالی چشتم کمک های اونها به اطفال بی‌بضاعت میشه که به این دوره 200 طفل اونا زیر پوشش دارن و بینها از قبیل البسا و کفش و مواد ممد درسی بینها کمک میکنن. خیلی یک کار نیک و یک اقدام نیکیه و از این بنیاد ما تقاضا مندیم که همو برنامه خود بیشتر گسترش بدن و بلکه بیشترتر اطفال بی‌بضاعت ای ولسوالی دور افتاده، ولسوالی که هیچ کمک به این نمیشه، بلکه بیشترتر بینا کمک بشه و رای تعلیم و تربیه بینا آماده بشه. دیگر نهادهای البته مؤسسات خارجی بوده ولی نهادهای خیریه که داخل کشور باشه کم بوده که البته ما شاهدی در دوره خود امارت اسلامی ما شاهدی همین نهادی بنیاد عاطفی هم که اونها دو دوره که به اطفال بی‌بضاعت کمک میکنن ولی در دوره جمهوریت اینا
من به یاد ندارم که بنیاد خیریه داخلی اونا به این ولسوالی کمک آورده باشن و به این اطفال کمک کرده باشن. دیگه نیازمندی ها خیلی زیاده. از جمله بزرگترین نیازمندی ها عدم سرپناه. اطفالی همه ولسوالی که شامل مکاتبن البته سرپناه، اکثریت اینا سرپناه دارن، سرپناه ندارن. اگر شما لطف بکنین ایره بیرین ببینین، از نزدیک ببینین، خیلی مکاتب که اونا به زیر سایه درخت ها اونا درس میخونن یا به داخل خیمه ها، که حتی در اکثریت که ما تقاضا هم زیاد کردیم از یونیسف که اگر دیگه نمیشه به اینها سرپناه خیمه بزنا تهیه کنن، ولی او هم طوری کامل نشده. یک چند تا خیمه میارن بس یک قسمت اطفال به زیر سایه ها و به زیر یا آفتاب به دشت خلاص اینا درس میخونن. نیازمندی خیلی زیاده. در این محفل گروه سرود مکتب سید محمد زاهد سرود زیبایی را قرائت کردند و به تعقیب آن یک تن از شاگردان آن مکتب نیز شعر زیبایی را در مورد معارف دکلمه نمود. گفتنیست که زیر مجموعه آمریت معارف ولسوالی چشت شریف 20 باب مکتب شامل 7 لیسه، 5 متوسطه و 8 مکتب ابتدایی وجود دارد که در آنها حدود 8000 شاگرد مصروف درس و تعلیم می باشند. با گفته مسئولین معارف آن ولسوالی، بسیاری از این مکاتب فاقد تعمیر بوده، بعضاً از تعمیرهای مکاتب از قبل نیمه کاره باقی مانده و بسیاری از شاگردان در زیر خیمه ها درس می خوانند. مزید بر آن، این مکاتب فاقد امکانات مانند کتاب درسی، آب صحی آشامیدنی، برق، تخته و تباشیر و سایر امکانات درسی می باشند. یکی از دلایل عقب‌مانی، عدم توجه به این ولسوالی دور افتاده و مسافت طولانی و خرابی وحشتناک رای هرات چشت می باشد که بر این مشکلات افزوده است. جای خوشبختی است که بل اثر توجه مقامات امارت اسلامی افغانستان کار ساخت این شهرهای حیاتی شروع شده و امید می رود در آینده مردم ما از این مشکل فرسایشی نجات یابند. انشاءالله.